حجت الاسلام المسلمین شیخ محمد رحمانی نماینده بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله به خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه گفت مؤسسه خیریه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مزار شریف یک بار دیگر به صدها یتیم کمک مالی کرد. مؤسسه خیریه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله تحت اشراف دفتر آیت الله العظمی شیرازی در مزار شریف افغانستان روز پنجشنبه 17 نوامبر این اقدام نیکوکارانه را به صورت پرداخت وجه نقد به صدها یتیم انجام داد. یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نخستین سمینار تصمیم گیری مبتنی بر شواهد با عنوان چالش های دارویی در اقتصاد سلامت و ارائه راهکارها برای آن گفت دارو در حوزه های تولید، توزیع و تجویز در دنیا راهنمای بالینی دارد و در کشور ما نسبت به این محصول کم لطفی می شود و با توجه به اهمیتی که این کالا دارد لازم است از این محصول به خوبی استفاده کنیم. وی افزود در حال حاضر سرطان سومین علت مرگ و میر در ایران است، در حالی که در سال 1990 هشتمین علت بود. این نشان می‌دهد که لازم است سازمان غذا و دارو بر مبنای بار بیماری‌ها سیاست‌گذاری تازه داشته باشد. تخمین زده می شود که امروزه در برزیل 500 هزار مسلمان وجود داشته باشد، هرچند فدراسیون انجمنهای مسلمانان این کشور این رقم را 1,500,000 نفر اعلام کرده است. بیشتر مسلمانان برزیل در شهرهای ساو پالو، ریو دو جانیرو، کوریتیبا و فوز دو ایگواسو سکونت دارند و بررسی های انجام شده نشان می دهد جمعیت مسلمانان در این کشور به صورت روزافزون در حال افزایش است.